خب دکتر سازگار عزیز، روی رسیدیم به مبارزات انتخاباتی، کارزار انتخاباتی در ایران بر سر تعیین رئیس جمهور، و شما به ما توضیح دادید درباره کاندیداها، از جمله رسیدیم به آقای مهدنی و مثل که داریم نزدیک میشیم آقای سامی، دکتر سامی. بله بله بله، من یادی واقعا فرصتی هست یادی بکنم از زنده یاد دکتر کاظم سامی. به هر حال در اون انتخابات هفت کاندیدایی که به رادیو می اومدن هر کدوم دو تا نیم ساعت برنامه خودشون رو ضبط می کردن و یک ساعت هم سه نفر، یعنی آقایان قفاری و ملکی تبار و مجید عداد عادل میشستن و با اینها مصاحبه چالشی به اصطلاح میکردن، سوالات سوال برانگیز مطرح میکردن، کاری بود که رادیو در اون انتخابات قرار بود بکن. من برخورد با سه نفر از کاندیداها رو در جلسات قبل خدمتون عرض کردم، آقای بنی صدر، آقای حبیبی و آقای مدنی. آقای دکتر سامی، من تا اونجا که خاطرم هستش از اومدن ایشان، مردی، شاید اولین بار بود من ایشون رو میدم، مردی بسیار جنتلمن، بسیار آروم و با طمأنینه حرف میزد و کسی بود که به هر حال وزیر بهداشت یا بهداری در اون روزها در کابینه آقای مهندس بازرگان بود، طرح طب ملی رو مطرح کرده بود، تقریبا مدلی بود مثل مدل طب ملی بریتانیا که باید شما به یک طبیب عمومی مراجعه کنی، از اونجا ارجاع داده بشی به پزشکان متخصص، و این طرحشون منادیش بود. بیشتر فعالیت انتخاباتی ایشون هم و تا اونجا که یادم هست در رادیو و در مصاحبه خودش و در مصاحبه نارو یا همین طرح ایشون مانور میکرد. با ایشون اتفاق خاصی نیفتاد. آقای دکتر سامی که روانشناس ارزنده هم بود و استاد دانشگاه هم بود، همین مباحث رو درس میداد، روانپزشک بود ایشون، بیشتر به خوشوبش و صحبت گذشت و برنامه هایشون ضبط شد. اما یادی از ایشون کردیم، این رو عرض بکنم، ایشون از بنیانگذاران جمعیت اسلامی جاما بود، در واقع فکر کنم مقاومت ایران بود یا یه چیزی مخفف جاما، مخفف چهار حرف بود، و از دوره هم دبیر کل این مجموعه بود. در واقع بیشتر یک نوع تفکرات چپگرایانه اسلامی داشتن، مثل آقای دکتر پیمان که ایشون هم جنبش مسلمانان مبارز رو پایه‌گذاری کرده بود. جاما مخفف جنبش انقلابی مردم ایران، جنبش انقلابی، اون جیمش جنبش بود، جنبش انقلابی مردم ایران. خب اینو ببخشید، این آقای سازگار ببخشید، این گروه های اسلامی مثل همین ناجر که اشاره فرمودید و اون بقیه ما رو گروه آقای پیمان، اینا اعضایی هم داشتن یا نه تشکیلات یک نفره بودن؟ نه داشتن. بله بله، نشریه منتشر میکردن، نشریهشون رو جوانهایی اون روزها پخش میکردن، هنگامه ای بود. شما به فضای اون روزها، سن من شما اجازه میده برگردیم به حافظمون و جوانهایی که نبودن در اون روزگاران، بهشون اگه بخوایم ما گزارشی بدیم، کشور در یک تب و تاب و شور و حالی بود و جوانها دانشگاه های مختلف، دسته های مختلف، گروه های مختلف، دبیرستان ها حتی، و هر کی خلاصه سر چهارای اطلاعیه‌ای رو، یه روزنامه‌ای رو تبلیغ میکرد و میفروخت یا مجانی میداد، به در دیوار چیز مینوشتن، خیلی فضای پرشور و نشاطی بود. بسیار. از جمله جنبش مسلمانان مبارز که شاید یک کمی هم بزرگتر از جاما، جنبش انقلابی مردم ایران بود، ولی خیلی اینها به هم نزدیک بودن. در یک دوره هم با جنبش ملی مجاهدین که مثل حزب سیاسی سازمان مجاهدین خلق بود، یک ائتلاف درست کردن که معروف شد به ائتلاف جنبشی ها، برای اینکه همشون اولشون هم با جنبش شروع می شد.
و این گروه ها عرض کردم نه به اندازه تفکرات و کتاب های مجاهدین خلق، اما یه ذره آب توش میبستی تو آرای مجاهدین خلق، تقریبا میشد آرای که مثلا جنبش مسلمانان مبارز یا جاما مبلغش بودن. یه جور میشد گفت بیشتر نسل مرحوم نخشب و نهضت سوسیالیستای خداپرست بودن. و به هر حال مردمان فرهیخته و آرام، و واقعا میشه گفت امثال آقای دکتر سامی که عمری رو به خوشنامی گذرونده بودن، مرد سلامت پاک و بی آزاری که حرفاشونو میزدن، کتابشونو مینوشتن و حد اکثر سخنرانی میکردن، متاسفانه در فرایندهای بعدی سرکوب ها در جمهوری اسلامی دچار تنگناها و سرکوب ها شدن و به شدت در موجی که سالهای 60 و 61 برخاست اونها رو هم گرفت، نهایتا هم دکتر سامی در سال 67 ترور شد، ترور ناجوان مردانه و بسیار سوال برانگیز و ابهام برانگیزی که هنوز هم آقای میبودی معلوم نیست آقای دکتر سامی با تبر ایشون رو کشتن نیست؟ با تبر، با چاقو، ظاهرا با ضربات کارد یا حالا تبر به شدت قصابی کرده بودن دکتر سامی رو. ببخشید اسم آقای احمدی نژاد هم موقع مطرح شد، خواهم ببینم که اطلاعات شما چیه. والا اسم آقای احمدی نژاد در چند جا تو این ترور را مطرح شد. البته آقای احمدی نژاد خیلی آدم مطرح و سطح بالایی هیچ وقت نبود، تا اینکه همین سپاهی ها دستشو گرفتن کشیدن بالا و آقای خامنه‌ای رو بردن کردنش اول شهردار رو، دیدن خوب میشه دوشیدش، خوب بار میده و عبایی از دزدی و فساد نداره، بعدم کردنش رئیس جمهور. آقای احمدی نژاد ظاهرا شروع کارش، چون دانشجوی مهندسی در دانشگاه علم و صنعت بود، ظاهرا از قرارگاه رمضان نیروی قدس سپاه در زمان جنگ بود. قرارگاه رمضان در غرب کشور قرارگاه فنی بود، تعمیر ماشینالات و امکانات فنی واحدهای رزمی، و متعلق به واحد نیروی قدس سپاه بود. اون موقع سپاه قدس اسمش بود، که مسئول کمک رسانی به عراقی هایی که به ایران اومده بودن یا کردهایی بودن که به علیه صدام اینها رو تجهیز کنن برن و بجنگن، شبیه کاری که برعکسش رو صدام حسین میکرد با مجاهدین خلق و اونها رو تقویت میکرد که بیان با حکومت ایران بجنگن در زمان جنگ. این نیروی قدس سپاه از اونجا شروع کرد، بعدن بعد از جنگ شد تبدیل شد به اصلا واحد عملیات برون مرزی سپاه و اسمش هم شد نیرو، یکی از در کنار نیروی زمینی و دریایی و هوایی سپاه و نیروی بسیج، نیروی پنجمی شد که مسئول عملیات برون مرزی سپاه شد و در این عملا تبدیل شد به یک سازمان تروریستی در بیرون مرزها. آقای احمدی نژاد به هر حال ظاهرا همکاریش رو با سپاه از نیروی قدس و قرارگاه رمضان شروع کرده و متعلق به یک گروه از اون بچه های خیلی راست و رادیکال و تندروی دانشگاه علم و صنعته، چون دانشگاه علم و صنعت از هم روزهای اول انقلاب هم یک عده به اصطلاح بچه حزب اللهی خیلی تند و تیز و سطحی داشت که برعکس بچه های مثلا پلی‌تکنیک، دانشگاه امیرکبیر یا فنی تهران یا دانشگاه صنعتی آریامهر یا شریف، اونجا بچه های به اصطلاح معتدل هم داشت علم و صنعت، ولی این بخششون معروف بودن تو جنبش تو بچه های دانشجو که خیلی به اصطلاح چماقی هن و خیلی راستن و خیلی تندن و خیلی هم ضد کمونیست و خیلی ضد چپ و اینطوری بودن. آقای احمد نژاد به اون طیف تعلق داشت. هیچ شخصشون رو از نزدیک دیدید؟ نه خوشبختانه هیچ وقت بنده ایشون رو از نزدیک ندیدم. عرض کردم برای اینکه
دست کم حالا من تو اون دهه اول که توی رده های حکومتی بودم ایشون توی لول های بالایی هیچ وقت نبود که جلسه ای مثلا پیش بیاد آدم ببینش ایشون رو و یا به اصطلاح امکانی باشه که در جایی مثلا مشترکاً کاری انجام بشه ایشون رو من دیده باشم. ولی ایشون به هر حال از اون نیروی قدس سپاه در ماجرای ترور دکتر قاسملو در وین اتریش اونجا هم مطرحه که آقای احمدی نژاد نقش داشته، البته خودش انکار کرده، چون میدونید آقای دکتر قاسملو بعد از جنگ به واسطه گری آقای ارشد جلال طالبانی که خب با نیروی قدس سپاه ارتباط داشت در زمان جنگ کمک میگرفت و در ایران هم جناح آقای طالبانی اینا توی کرج ملک و املاک دارن، امکانات دارن، سرمایه گذاری دارن و روابط نزدیکی با سپاه داشتن و شاید دارن هنوز. آقای طالبانی ظاهرا واسطه شده بوده به آقای دکتر قاسملو، گفته بوده که آماده مذاکرن با شما سپاهی ها و بچه های خوبی هستن و به دکتر قاسملو اطمینان داده بوده که مذاکرات امن و امان اتفاق میفته. البته طبیعتا آقای دکتر قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان باید که به عنوان یه فرد سیاسی مذاکره رو رد نمی‌کرد، باید میشسته حرف میزده ببینه چی میگن، به خصوص این که بعد از جنگ صحبت از آتش بس و توقف خونریزی در کردستان بود و از این قبیل حرفا. ولی به نظرم بی احتیاطی ایشون، شاید هم اطمینان زیادیشون به جلال طالبانی باعث شده بوده که در اتریش ظاهرا به آپارتمانی میرن برای مذاکره که اونجا در کمال ناجوانمردی به جای مذاکره با اسلحه به ترور میکنن ایشون و همراهانشون رو و ترور کنندگان هم فرار میکنن از اتریش. گفته میشه در این ترور آقای احمدی نژاد دست داشته، ولی ایشون خودش البته تکذیب میکنه. اما در ماجرای ترور آقای دکتر کاظم سامی که هرگز هم معلوم نشد، چون گفتن اون قاتل، اول گفتن گرفتنش، بعد خیلی آدم نامتعادل روانی از مریضهای ایشون بوده اومده ایشونو کشته، بعد گفتن نه اون اصلا فرار کرده، بعد یه دور گفتن اصلا خودکشی کرده و خلاصه میدونید آقای میبودی مثل ماجرای قتل کندی که ابهام در ابهام ابهام در ابهام بهش افزوده شد، ماجرای قتل آقای دکتر سامی هم در پرده ابهام رفت. حتی از طیف آقای عطریان‌فر که اون موقع یه دوره معاون وزیر کشور شد ایشون در زمان آقای عبدالله نوری و بعد هم به آقای کرباسی خیلی نزدیک بود و هست، حتی مثلا از ایشون هم اسم برده شد، موضوعی که خیلی عجیب به نظر می رسید. منظورم این است که ده ها مسئله دور قتل آقای دکتر سامی مطرح شد و هنوز هم که صحبت میکنیم نامعلومه و شاید از اون مواردی باشه که مثل ده ها مورد دیگه باید صبر کرد که این رژیم تغییر بکنه و اسنادی اگر از بین نرفته باشه منتشر بشه تا این حقایق تاریخی رو نور بهش بتابه و معلوم بشه که بالاخره چه شده، چه کردن و کار کی بوده. اون دوره شورای عالی امنیت ملی چه کسانی درش عضویت داشتن به خاطرتون هست؟ والا اصلا هنوز آقای میبودی ارگانی به نام شورای عالی امنیت ملی به وجود نیامده بود. این ارگان اون که در قانون اساسی هست شورای عالی دفاع بود در قانون اساسی اول. این شورا در زمان آقای رجایی به وجود اومد، یعنی وقتی شورای عالی دفاع ریاستش آقای بنی صدر بود و به کار جنگ بیشتر می پرداخت، برای حفظ امنیت کشور اول دفعه در دولت آقای رجایی شورای امنیت ملی تشکیل شد برای رسیدگی به مسائل امنیت داخلی و هماهنگ کردن ارگانهایی که در امنیت داخلی هستند. بعدا در اصلاحیه قانون اساسی در سال
8 این شورا به اسم شورای عالی امنیت ملی به قانون اساسی هم راه پیدا کرد. خب ما دو نوع عملیات تروریستی داشتیم، یکی بر پایه فتوا بود که از قم صادر میشد، یکی بر پایه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی بود. چرا سکوت کردی؟ من فکر کردم شما صحبت رو ادامه دارید. نه همین میخوام اینم که آیا شما مرجع دیگری رو میشناسید که عملا در تمام است؟ ببینید اون ترور بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی برمیگرده به دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و که بیشترین مقدار ترور در جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری ایشون اتفاق افتاده. و من فکر هم میکنم آقای میبودی گفته میشه در شورای عالی امنیت ملی، ولی کاملا شک دارم از این که در جلسه ای که 15-20 نفر عضوش هستن یه همچین موضوعی مطرح بشه. فکر میکنم در دوره آقای رفسنجانی هم ترورهایی که از مخالفین به خصوص در داخل و خارج کشور صورت گرفته در جمعی بسیار محدودتر از شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، جمعی که احتمالاً محدود بوده به آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر، آقای رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور و احتمالاً وزیر اطلاعات آقای فلاحیان و حداکثر مثلا آقای محسن رضایی فرمانده سپاه. ممکن هم هست در پاره موارد وزیر خارجه آقای ولایتی رو هم در جریان گذاشته باشن، و اگر نه فکر نمی کنم مثلا انفجار آمیا مقر یهودیان آرژانتین یا انفجار خبر یا انفجار تفنگداران دریایی امریکا، که البته اینا در دهه اول انقلاب اتفاق افتاده، اینها موضوعاتی بوده باشه، یا ترور مخالفینی مثل آقای دکتر بختیار یا همین آقای دکتر قاسملو یا دکتر شرفکندی و دیگران، فکر نمی کنم اینها به جلسات شورای عالی امنیت ملی رفته باشه که عرض کردم 15-20 نفر تو اون جلسه نمایندگان ارتش، نمایندگان پلیس، نمایندگان سپاه، وزارت کشور، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، مشاورین رهبر. جلسه بزرگی است که فکر نمی کنم اساسا در اونجا مطرح شده باشه. معمولا این ترورها یا در وزارت اطلاعات یا در سپاه طراحی شده، چون بالاخره یه عملیاتی است که عاملی میخواد، نقشه‌ای میخواد، کاری میخواد، پولی میخواد، امکاناتی میخواد، و از اونجا هم حداکثر آمده و دو سه نفر اون بالا بالاها در جریان بودن و موافقت دادن و رفتن این ترورها رو کردن. در پاره موارد مثل قتل‌های زنجیره‌ای در ابتدای دولت آقای خاتمی، که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور هم در جریان نبوده، حتی وزارت اطلاعات بعداً دیده شد بر سر اون ترورها درست دو دسته شد، یه دسته چپ اطلاعات، یه دسته راست اطلاعات، افتادن به جون هم و از همدیگه افشاگری کردن در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، و معلوم شد که خود آقای خامنه‌ای فقط در جریان بوده و وزیر اطلاعات آقای دوری نجف آبادی که بعدها خیلی ببخشید این رو میگم احمقانه و ابلهانه ایشون گفتش که بله به من گفته بودن این روشنفکرها تصفیه فیزیکی باید بشن، من نمیدونستم معنی تصفیه فیزیکی یعنی این که اینا رو قراره بکشن، و حالا یعنی عذر بدتر از گناهشون آورده یا واقعا نمیدونسته که وای به حال وزیر اطلاعاتی که معنی تصفیه فیزیکی رو نمیدونه، یا داره دروغ میگه که وای به حال وزیر اطلاعاتی که اینجور در موضوع به این مهمی دروغ بگه. به هر حال بعد هم سعید امامی رو زدن کشتن که مثل جعبه سیاه اون قتل‌های زنجیره‌ای بود، گفتن واجبی خورده و خودکشی کرده، و اون بلاها رو هم سر همسرش آوردن تا اون اعترافات رو بکنه، جناح چپ اطلاعات البته، بعد جناح راست اطلاعات رفت اونها رو افشا کرد. به هر حال آقای میبودی این کسافتکاری ها و این جنایت ها از همون دهه اول انقلاب قطعا شروع شده، کما اینکه ترورهایی
در منطقه، عملیات تروریستی در منطقه و داخل ایران در همون دهه اول انقلاب هم سراغ میشه گرفت. و ولی سازمان یافتگی و اوجش رو باید در دهه دوم انقلاب دید که برمیگرده به دوره آقای رفسنجانی. ولی در دوره اول در اون در کاندیدای بعدی در برخوردی که ما در اون دوره داشتیم با نه من کاندیدا. الان یه سوال دارم اینجا، ببخشید، در دهه اول که اشاره فرمودید، خب که روند ترور افراد شروع شده بود، بعد به نفع فجیعی هم رو به گسترش گذاشت، من باز هیچ گونه اعتراضی از سوی پاره گروه های مسلمان متدین میانه رو هم نمیبینم. یعنی کسانی که دست کم مدعی بودن که به طور اغلایی باید مملکت رو اداره کرد، ولی از سوی اونها نه اعتراضی صورت گرفت، نه کسی فریادی زد، نه کسی جیغی زد، نه کسی با بازماندگان همدردی کرد. چی میگی در این باره؟ بالا به نظر من انتقاد شما درسته، انتقاد غلطی نیست، ولی به نظر من دو دلیل رو شما باید در نظر بگیرید اگر حرف و اعتراض جدی نمیبینید. یکیش به نظر من این است که در پاره موارد اینقدر این حرف ها، این عملیات امثال هم تو اون شلوغ پلوغی ها و تو اون زد و خورد ها و کشت و کشتار ها گاهی اینقدر محرمانه و مخفیانه بوده که اصلا تا مدتی بعد کسی نمیفهمیده همچین خبری شده. من گاهی واقعا صحبت میشه با پاره از دوستان، کشتاری به بزرگی کشتار سال 67، تازه سال 67 دیگه خیلی آبها از آسیابها افتاده بود، اون شروع بلوغی های دو سه سال اول انقلاب مدت ها بود، فروکش کرده بود دیگه، مملکت یه نظم و نسقی پیدا کرده. ولی حتی کشتار سال 67 رو من واقعا خودم میگم سرم گرم صنعت بود وقتی فهمیدم که برادر یکی از دوستان خوب ما، آقای دکتر فرهادی که رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی بود، برادرش از اولیه های سازمان مجاهدین خلق بود که پیکاری هم شده بود، بعد دوباره بعد از انقلاب بنده خدا قبل از انقلاب 6-7 سال زندان بود، دوباره بعد از انقلاب تون بگیر بگیر سال 60 رفته بود زندان، 10 سال باز محکوم شده بود، زندانی شداش میکشید، یه روز دکتر فرهادی رو صدا کرده بودن، برادرش مهندس مکانیک دانشگاه تهران بود و گفته بودن اعدام شده، اینم ساکش، حق نداری هیچ جام ختم بگیرین، اعلامیه چاپ کنین، قبرش هم بعدم بهتون میگیم. و البته خب ما همه بلافاصله دوست آشنا رفتیم منزل آقای دکتر فرهادی، و نه این آقای دکتر فرهادی که وزیره، این دوست ما دکتر فرهادی دیگری است، دکتر مهندسی شیمیه و فرد خیلی علمی است، رفتیم دیدارش و گوش نکردیم، ختم برای برادرش گرفتیم. و یا یه فامیل ما هم از فامیلای مادر ما دانشجوی دانشکده پلی‌تکنیک بود، محمد رضا شهیر افتخاری، او جزو مجاهدین خلق شده بود همون تابستون سال 58، جوانی بود، دانشجو سال اول بود، افتاده بود زندان تو اون بگیر بگیر 60-61 و او هم فکر میکنم به 10 سال زندان محکوم شده بود، در کرج داشت زندانیشو میکشید. یه روز، بسیار خانواده مذهبی هم هستن، بسیار متدینین قدیمی و پدرش بازاری بود، یه روز صدا کرده بودن پدرشو، مرحوم پدرشو، گفته بودن این وسایلش، یه ساک و لباس و ایناش و قرآنی و نهج البلاغه و چیزی هم این جوان داشته تو ساکش بوده، و بعدم قبرش هم بعدم بهت میگیم اعدامش کرد. اون هم البته بلافاصله رفتیم منزلشون با دوست و فامیل و آشنا و ختمی برگزار کرده بودیم، همین ختمشون رو برای اونها هم کشیده بودن. ولی میخوام بگم من خودم اولین بار این دو مورد رو که در اطرافم اتفاق افتاد، دوست و فامیل، تازه فهمیدیم که در زندان یه اتفاقاتی افتاده که عملا دو سه ماه از اون کشتارا میگذشت و پرسجو شروع کردیم به کردن که چه اتفاق افتاده، تازه معلوم شد. و بعدم که از طریق آقای منتظری در واقع منتشر شد که بله این کشتار شده و به دستور شخص آقای خمینی هم بوده. من میخوام بگم یک دلیلش آقای میبودی، مخصوصا این مثال خیلی بزرگ رو آوردم، یه دلیلش میتونه واقعا به خصوص اون چند سال اول تو اون
روزهایی که هر یه روزش به اندازه 40 سال حادثه توش اتفاق میافتاد، زیر گرد و غبار ده ها حادثه پنهان شده باشه بعضی اتفاقات. نکته دوم و مخفی کاری که اونایی که انجام میدادن صورت میدادن و حادثه دیده میشه. نکته دوم میتونه واقعا آقای میبودی یه مقدارم، من مخصوصا این رو میگم، در اون نسل خیلی اون موقع بد نمیدیده این چیزا، خیلی همین مشکل همینه بوده که نمیفهمیده که این ظاهرا به نظر نسل ما میرسید که لازمه انقلابیگری خشونت ورزی و کشت و کشتار، نه اینکه از طرفین اسلحه دستشون بود، چون مخالفین هم مسلح بودن بخش بزرگیشون و دست به اسلحه برده بودن، که حالا من در ادامه خاطرات در دوره آقای رجایی عرض خواهم کرد، اعلامیه 10 ماده دادستانی رو که ما خوشخیالانه فکر میکردیم میتونیم فضای مسلح و خشونت رو آرومش بکنیم و شکست خوردیم. طب متاسفانه وقتی بودم یه بخشش هم این بوده باشه، خیلی ها اساسا اینو جزء فضای انقلابی میدیدن. شاید تشکر میکنم دکتر سازگارا، متاسفانه وقت ما هم تمام شد. من میخوام یه قدم پیشتر برم از شما. احساس میکنم حتی خوشحالم بودن پاره از این همین عناصری که شما اشاره کردید، یعنی با نه تنها همدردی نمی کردن با بازماندگان یا با قربانیان، بیشتر هوادار چنین خشونت هایی بودن و دیدیم نتیجه شما همینه که داریم امروز میبینیم، نتیجه بی اعتنایی های ما. دوچه سازگارا 30 ثانیه وقت، خیلی سریع، شد سوالی از شما بکنم عصبانی بشید یا نه؟ نه من معمولا عصبانی خیلی دیر میشن، دلیلم نداره عصبانی بشم. ما داریم از خاطراتمون صحبت میکنیم، شما هم خیلی خوب سوال مطرح میکنید، سوالاتی که لازمه واقعا مطرح میشه. من فکر کنم کمک میکنید به اینکه نسل جوان بهتر در جریان اون روزها قرار بگیره. دقیقا هدفم همینه. تشکر سپاس از آقای دکتر محسن سازگارا، تشکر میکنم از سپهر عزیز که برنامه رو هدایت کرد.